در متا باب 23 هستیم جایی که عیسی مسیح 8 تا وای میفرسته و در متا باب 5 8 تا خوشا به حال گفت و در جلسه پیش دیدیم که چطور هر وای یه جورایی تضاد اون خوشا به حال هست الان رسیدیم به آیه 27 و 28 که هفتمین وای هست بیایید بخونیم 27 و 28 رو وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار شما همچون گورهایی هستید سفید کاری شده که از بیرون زیبا به نظر می رسن. اما درون آنها پر است از استخوانهای مردگان و انواع نجاسات به همین سان شما نیز خود را به مردم پارسا می نمایید. اما در باطن مملو از ریاکاری و شرارتید خوشا به حال صلح جویان زیر آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد یکی صلحجو و فرزند خدا میشه یکی ریاکار و درون و باطن فرق میکنه کاملا و خداوند اونها رو داره وای به اونها میفرسته باشد که ما در گروه خوشا به و صلح و فرزندان باشیم دلیلی که اینجا ریاکار میگه که لازم کلمه ای که میگه بذارید بگم میگه هوپوکریتوس کلمه ای است که استفاده کرده هوپوکریتوس به معنی نقاب گذاشتن و این هوپوکریتوس کلمه ای بود که استفاده میکردن برای بازیگران در اون زمان که مثلا اگه بازیگر میخواد تاتر بازی بکنه و این نقاب میزنه به صورتش و نشون میده که خیلی مثلا خوشحاله تو این نمایشی که بازی میکنه ولی در واقع خیلی ناراحته این کلمه ای بود که اونجا استفاده شد هوپوکریتوس که شاید کلمه هیپوکریسی در انگلیسی از اینجا آمده نمیدونم که یعنی دورویی ریاکاری باز ما ایرانیان مخصوصا ما باید مواظب باشیم چون من اینو در خودمون در ایرانیا میبینم که زیاد هست ریاکاری زیاد هست یه چیز دیگه نشون میدی ولی یه چیز دیگه هستی یا یه چیز دیگه میخوای باشی ولی هنوز نیستی و اونی رو نشون میدی که میخوای باشی ولی هنوز نیستی پس باز ریا هست یه جورایی حالا بماند که تا به قسمی ما میخوایم مثلا با تربیت باشیم درست باشیم احترام بذاریم اون به جای خود ولی یه خود از اون خط اگه بگذره میشه ریا خیلی وقتا شده توی کلیسا مثلا به طرف میگی سلام بردار حالت خوبه او خدا رو شکر مرسی هللویا همه چیز عالیه دو دقیقه دیگه باش صحبت میکنی در خبر شروع میکنی گریه کردن نه همه چیز افتضاحه پس تو کی گفتی عالیه خدا رو شکر هللویا پس چرا لاغر میگفتی بگو مرسی بد نیستم یه چیز دیگه حالا این کوچکترین نمونه بود ولی میتونه به طور کلی فیلم بشه زندگی ما و این هوپوکریتوس بیاد در زندگی من باشه و اینجا در مورد قبل صحبت میکنه که دفعه پیشم گفتم که اونایی که می به اورشلیم برای عید پسح یا عیدای دیگه که سه بار در سال باید می اومدن به اورشلیم برای عیدها لاقل سه بار خیلی وقتا خسته بودن سرای جای می نشستن و بعد میفهمیدن که روی قبر روی سنگ قبر نشستن و میفهمیدن که دیگه ناپاک شدن و تمام سفر و پولی که خرج کرده بودن همش به باد رفت برای همین اومدن اون قبرها رو سفید کاری میکردن سفید رنگ می زدن که دیده بشه و اینجا عیسی مسیح میگه شما قبرها رو سفید میکنین توش چی و شما هم همینجوری هستید از بیرون سفید و تمیز پاک میکردن اون قبرها رو همیشه ولی از درون مسلما مرگ هست اونجا امثال چهار بیست و میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار زیرا سرچشمه امور حیاتی است سرچشمه این دل ما هست پس مراقبش باشیم سرچشمه امور حیاتی بریم با به با، باب به با، با آیه 29 تا 33 که هشتمین وای هست وای بر شما ای علمای دین و فریسیان ریاکار شما برای پیامبران مقبره میسازید و آرامگاه پارسایان را می و میگویید اگر در روزگار پدران خود بودیم هرگز در کشتن پیامبران با ایشان شریک نمیشدیم. بدین سان خود میپذیرید که فرزندان قاتلان پیامبرانید حال که چنین است پس آنچه را پدرانتان آغاز کردند شما به کمال رسانید ای ماران ای اف ایزادگان چگونه از مجازات جهنم خواهید گریخت اینجا میگه ای ماران اف ایزادگان داره از پیدایش باب یک این رو میاره که در واقع لقب شیطان بود ببخشید پیدایش باب سه آیه 1 و یه جای دیگه در یوحنا 844 بود که همین شیطان به دروغگو و قاتل تشبیه شده و در واقع عیسی مسیح داره میگه وای بر شما چون که شما انگار دنبال روان شیطان هستید همین کار رو میکنید خوشا حال در متی این بود که خوشابه حال آنان که در راه پارسایی آزار میبینند زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است و بعد ادامه, ادامه میده تا که خوشا حال شما اگه مردم به شما دشنام میزنن به خاطر من و اینجا داره میگه شما این کارو کردید اونا خوشا حالشون که جفا دیدن ولی شما جفا کنندگان هستید و پدران شما بودن بریم به آیات 34 تا 36 چرا که من انبیا و حکیمان و علما نزد شما میفرستم و شما برخی را خواهید کشت و بر صلیب خواهید کشید و برخی را در کنیسه های خود تازیانه خواهید زد و شهر به شهر تعقیب خواهید کرد پس همه خون پارسایان که بر زمین ریخته شده است از خون حابیل پارسا گرفته تا خون زکریا بن برخیا که او را بین مهرابگاه و مذبح کشتید بر گردن شما خواهد بود آمین به شما میگویم قصاص این همه را این نسل خواهد پرداخت اینجایی که میگه شما این کار رو کردید و قصاص این نسل قصاص اینها رو شما و این نسل خواهد پرداخت این کم کم داره ما رو آماده میکنه برای قسمت بعدی که باز از این نسل, نسل صحبت میکنه که چه اتفاقی میفته و این نسل اینو خواهد دید که اتفاق بعدی میفته و تاریخ این رو با میگه که این نسل دید این اتفاق بعدی که افتاد که در سال هفتاد میلادی بود که رومیا آمدن و اصلا معبد رو کاملا از بین بردن و حدود یک میلیون و صد هزار نفر رو کشتن که تقریبا تمام یهودی های اون زمان بودن به جز ۱ هزار نفر که فقط زنده موندن و این رو تاریخ نویسانی مثل جوسیفوس به ما این رو میگن و عیسی مسیح اینجا بعد از وای ها الان میره به یک قسمت بعدی که به زودی وارد میشیم در آیه در باب 24 کمچین قسمت خوبی نیست چرا که همه چیزای بعدی میگه اتفاق میفته و شما این کار رو کردید و این میاد روی سر شما یه جورایی میدونید قسمت سختی خواهد بود الان وقتی بهش برسیم چرا که خداوند انگار داره تنبیه میکنه این قوم رو به خاطر بی ایمانیشون. و دلیلی که میگم که سخت فهمیدنش چرا که همیشه برای من سوال پیش میاد که مطمئنم هر از چند نفری اونجا بودن که ایمان داشتن خوب بودن همچین بد نبودن یا بچه کوچیک بودن یا نمیدونم همه شاید اونقدر بد نبودن ولی عیسی مسیح این بلا رو که سر اورشلیم و معبد میاره همه نابود میشن عدالت خیلی وقتا این جاها میتونه زیر سوال بره این جاهایی هست که من همیشه اعتماد میکنم به عدالت خدا که خدا مند من عادل من نمیدونم من کی هستم که عدالت رو زیر سوال ببرم ولی اینطور که پیدا سیسای مسیح بهشون این فرصت رو داده بود اقل به اونهایی که سن بزرگی داشتن و میتونستن بفهمن و ایمان بیارن ولی نعیه در عوض عیسی مسیح رو کشتن عیسی مسیح میگه که وای بر شما الان ببینید چی میشه داریم به اون قسمت نزدیک میشیم ولی بیایید آیت 37 تا 39 رو هم بخونیم ای اورشلیم ای اورشلیم ای قاتل پیامبران و سنگ سار کننده رسولانی که نزد تو فرستاده میشوند. چندبار چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بالهای خیش جمع می کند فرزندان تو را گرد آورم اما نخواستی اینک خانه شما به خودتان ویران وا گذاشته می شود زیرا به شما می گویم که از این پس مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید خجسته باد او که به نام خداوند میآید. اینجا اسرائیلی که قومی که سالها منتظر مسیح بود مسیح اومده و این قوم ردش میکنه میگه آقا نمیخوایم تو را تا به حدی تو رو نمیخوایم و حتی دیگر انبیاهایی رو که فرستادی خدا اونا رو هم نخواستیم اونا رو هم کشتیم این هم میکشیم این که دیگه وارث مثل مسئله هایی که زده شد که دیگه عیسی مسیح در واقع میگه آقا شما تعطیل این برکت این ملکوت به دیگران داده خواهد شد و مسلما بعد میبینیم در اعمال رسولان که حتی تا باب هفت یا آخرهای هفت میبینیم که فقط به یهودیان هنوز داره میره ولی از آیه هشت میره به سامره و دیگه بعد از اون میره به جاهای مختلف کتاب به امروز به احسانوقات جهان رفته و مسلما خدا من این رو میدونست از قبل ولی اینجا یک بالانس عجیب غریبی است که من خودم شخصا هیچ وقت نفهمیدم که چطور ما اراده آزاد داریم ولی در عین حال خداوند یک تقدیر الهی داره که خداوند میخواست اسرائیل باشه این قوم ولی الان میگه اسرائیل تو نمیخوای پس میره همه جا ولی از اول خدا میدونست که میره همه جا ولی با این وجود میگه اسرائیل من اینو برای تو میخواستم و میدونستم که تو اینو نمیخوای برای همین میره برای همه دیگران و در این آیت الان اینجا یه وایهایی بر اورشلیم فرستاد و بیشتر این رو انگار توضیح میده در باب بعدی که الانی که میخوایم بریم وارد باب 24 بشیم از اول بگم که من خودم شخصا تا به امروز گیج هستم برای این باب نمیدونم دقیقا کدوم درسته چون که این باب معروف است به پربحثترین باب کلام خدا باب 24 که الان درش هستیم چون که چند بینش و نگرش در مقابل این باب هست که خیلی با هم دیگه فرق میکنه من خودم شخصا اکثر معایزه هایی که شنیدم در مورد باب 24 اکثر تعلیم هایی که شنیدم از باب 24 در مورد زمان آینده هست و مطمئنم همه شما و خیلی از بینندگان عزیز مسلما تا آیات رو بخونیم میفهمید که آه این همینه میگه جنگ خواهد بود این خواهد بود کلام خود همه جا پخش میشه این در مورد زمان آینده است روزهای آخر هست ولی شاید هم نیست نمیدونم واقعا ولی من به عنوان معلم کلام در این قسمت میام هر دو تاش رو تعلیم میدم یه هر سه تاشم چون در بعضی جاها سه نگرش مختلف است اونا رو شما خودتون تصمیم بگیرید که کدوم هست نمیدونم بریم به آیات یک تا سه هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته به راه خود میرفت شاگردانش نزدش آمدند تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند عیسی به آنان گفت این بناها را میبینید آمین به شما می گویم سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهد ریخت وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد او آمده گفتند به ما بگو این وقایع کی روی خواهد و نشانه آمدن تو و پایان این اصر چیست در مرقس باب 13 همین داستان گفته میشه مرقس این رو هم می نویسه و در مرقس 13 یک اینو میگه که هنگامی که عیسی معبد را ترک می کرد یکی از شاگردانش به او گفت استاد بنگر چه سنگ ها و چه بناهای باشکوهی و, و اینجا مسلما توی متا 24 یه جور دیگه همینو گفت که انگار که عیسی معبد رو ترک گفته به راه خود میرفت شاگردانش نزدش آمدن تا نظر او را به بناهای معبد جلب کنند چون که میدونید تقریبا فکر کنم 46 سال بود که طول کشیده بود که این معبد ساخته بشه هنوز 13 سال مونده بود تا تمام بشه تقریبا تمام شده بود ولی هنوز 13 سال بود که کاملا تمام بشه و از طلا ساخته شده بود نقره توش بود اصلا یه چیز با شکوه و عظیمی بود و وقتی میگه بناهای معبد گرچه معبد اصلی یک قسمت بود ولی بناهای مختلفی هم داشت که توضیح پیدا کرده بود و خیلی قسمت بزرگی بود و خیلی خیلی با ارزش اینجا عیسی مسیح زمانی که شاگردان میگن این منبر، معبد رو ببین چقدر قشنگه اینو میگه بهشون که به شما میگویم سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهد ریخت مطمئنم این خیلی باعث تعجب شاگردان میشد که این همه چیز ما هست معبد همه چیز ما هست یعنی چی سنگی بر سنگ دیگر نخواهد ماند همه چیز تمام میشه برای همین است که سوال پیش میاد که در واقع سوال دو قسمتی هست که اول میپرسن که کی این وقایع پیش میاد و نشانه ای آمدن تو چیست و اینجاست که تقریبا بحث ها و تفاسیر شروع میکنه به تغییر کردن چرا که بعضی میگن که نشانه ای آمدن تو منظورش از آمدن منظور همون داوری هست چون که خیلی جاها وقتی در عهد عتیق میگه در مورد آمدن خداوند صحبت میکنم منظورش داوری هست و غضب خداوند که ریخته میشه این یک کلمه دیگه براش هست آمدن پس خیلی میگن که منظور همون معبدی است که خداوند این معبد رو خراب میکنه و نشانه خراب شدن این معبد چیه خیلی دیگه میگن نه این در دو تا چیز داره صحبت میکنه که یکی میگه ببین نشانه یعنی کی این معبد خراب میشه نشانش چیه و دومیش اینه که از اونجایی که ما میدونیم که این صحبت تو اه یه جورایی بستگی داره به آمدن تو در آینده نشانه آمدن تو در آینده چیه؟ پس دو تا سواله حالا جوابا همه رو ما از دو دید مختلف نگاه خواهیم کرد بریم به آیه چهار تا هشت ایسا پاسخ داد به هوش باشی تا کسی گمراهتان نکند زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد همچنین درباره جنگ ها خواهید و خبر جنگ ها به گوش خواهد رسید اما مشوش مشوید زیرا چنین وقایقی می باید رخ داد ولی هنوز پایان فرا نرسیده نیز قومی بر قوم دیگر و حکومتی بر حکومت دیگر برخواهند خواست و قحطی ها و زلزله ها در جاهای گوناگون خواهد آمد اما همه اینها تنها آغاز در زایمان است پس مطمئنم شما موعظه های شنیدین که در مورد جنگ، خبر جنگ، قحطی، زلزله، مرگ اینا صحبت میکنم ولی بیایید از هر دو دید نگاه بکنیم یا این زمانهای آخری هست که این اتفاقات میفته و مثل درد زایمانه که اینطور نیست که اگه این اتفاقات افتاد دیگه همه میادی میاد عیسی مسیح برمیگرده نه این اوایل درد زایمانه یعنی درد همیشه هست بیشتر و بیشتر و بدتر هم میشه که بعضیا میگن که خب الان خیلی بد شده و بدترینشه و برای همین است که هر لحظه ممکنه بیاد که شاید راست میگم من نمیدونم شاید واقعا اینه خیلی میگه نه چون که میگه قومی بر قم ها بر در مقابل قم ها جنگ خواهند کرد پس جنگ جهانی سوم میاد و اون میشه آخرین نشانه این همش فقط حدسیاتی است که مطمئن نیستیم نمیتونیم بگیم کلام خود حتما اینو میگه ولی حدس شاید های نزدیک باشه من خودم شخصا نمیدونم راستش ولی شاید هم این رو در مورد همین معبدی میگی که الان در موردش صحبت کرد که من به شما گفتم سنگی بر سنگی نمیمونه و همه چیز خراب میشه نشانش رو میخواین نشانش اینه که جنگ میشه قطی میشه زلزله میشه و از سال سی میلادی تا هفتاد میلادی این دوره رو اصلا خوندنش اصر زلزله در تاریخ چرا که خیلی خیلی زلزله آمد اون موقع حالا بماند که در اعمال دوازده داریم که زلزله آمد پتروس آزاد شد پولس بعد میره زندان زلزله هست بعد عیسی مسیح روی صلیب از زلزله است خیلی وقتا میبینیم که زلزله حتی در کلام خدا گفته شده ولی اگه بگیم اونها زلزله خاصی بوده باز به طور کلی به تاریخ که نگاه میکنیم زلزله زیاد بوده پس شاید در مورد این صحبت میکرد قحتی در اون زمان قحتی میبینیم که یک ام ام زمانی پیش میاد که برای چند ماه قحطی بسیار شدیدی هست که باز تاریخ این رو به اون میگه مثلا در قوم اسرائیل بر اساس چیزایی که پیش میاد حالا وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی جنگ ها الان برای ما خیلی عادیه که جنگ باشه اصلا جنگ جزوی از زندگی همه جا جنگ بود ما خودمون ایران عراق اون موقع اونجا بودیم البته شما کوچیک تر بودید متولد بودید نه ولی <تصفح> من دقیقا یادمه که خیلی برای ما عادی بود یه جوری ها آژیر زدن الان بریم و اون زمان اصلا عادی نبود جنگی در کار نبود اینقدر جنگی در کار نبود که روم اصلا برای خودش یک حالا اسمش رو نمیدونم که میگفتم ولی یه اسمی داشت یه لقب و عنوانی داشت که میگفتن آرامش روم یعنی انگار آرام همه چیز آرامه ولی بعد جنگ ها شروع شد مخصوصا خود قوم اسرائیل که در مشکلی قرار گرفت با روم که این مسلما در سال هفتاد میلادی به جای رسید که روم اومد و معبد رو خراب کرد کاملا و همه رو کشتن مردم رو پس شاید در مورد این صحبت میکنه نمیدونم مرگ مسلما به همین صورت و باز اینو به طور کلی میخوام بگم که این میتونه شاید برای زمان آخر صحبت میکنه که عیسی مسیح در مورد اومدنش داره این نشانه ها رو میده شاید برای سال هفتاد میلادی که 38 سال تقریبا یا شاید حتی خود کمتر از اون زمان به بعد که معبد خراب میشه در مورد اون میگه ادامهشو بریم بخونیم 9 تا 13 در آن زمان شما را تسلیم دشمنان خواهند کرد تا زیر شکنجه قرار گیرید و کشته شوید همه ای قوم ها به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت در آن روزها بسیاری از ایمان خود بازگشته به یکدیگر خیانت خواهند کرد و از یکدیگر متنفر خواهند شد پیامبران دروغین زیادی برخواسته بسیاری را گمراه خواهند کرد در نتیجه افسونی شرارت محبت بسیاری به سردی خواهد گرایید گر اما هر کتاب پایان پایدار بماند نجات خواهد یافت باز اینا رو میبینیم که الان داره اتفاق میفته پس شاید نشانه زمانهای آخره و میبینیم که قسمتی از اینها باز اتفاق میافتاد در همون زمان که شاید نشانه زمان آخر آخرش اومدن عیسی مسیح نیست آخرش معبد و سیستم معبد و خراب شدن معبده حتی در آیت قبلی که خوندیم در مورد قحط و کمیابی که صحبت میکرد اون موقع هم گفتیم شد ولی الان مسلما خیلی بیشتره تا بعدی که من اینجا نوشتم Uh, هر سال 25 میلیون نفر از گرسنگی فقط میمیرن اینقدر زیاد همین امروزه uh, اینجا در مورد شهیدان صحبت میکنه که خیلی امروزه مسلما شهید میشن و شهدا بیشتر و بیشتر میشن منظورم شهدا در راه مسیح هست برای مسیح ولی اون موقع هم بود شاگردان شروع کردن دوره شهدا رو و یکی یکی کشتن همشون رو و خیلی دیگه از ایمانداران رو کشتن و همینطوری بیشتر شد شاید در مورد اون داره صحبت میکنه که این اتفاق میفته بعد معبد خراب میشه در سال 70 میلادی باز این هر دو تاش میتونه باشه ولی به طور کلی در مورد خیانت و تنفر و هرج و مرج داره صحبت میکنه که اون زمان هم بود الان هم هست و خیلی داره بیشتر میشه پس باز شاید برای معبد بود که میدیدن این اتفاق داره میفته مخصوصا که ایمانداران اون زمان و مخصوصا رسولان داشتن در مورد این خرابی معبد صحبت میکردن و ما هم الان در مورد اومدن مسیح داریم صحبت میکنیم مردم اصلا باور نمیکنن و اتفاقا به خاطر همین صحبت ها اونا رو کشتن که استیفان اولین شهید به خاطر همین کشته شد چون گفتن استیفان داره در مورد داوری خدا صحبت میکنه که خدا میاد مثلا معبد رو از بین میبره یعنی چی بیاید بکشیمش کشتنش الان هم خیلی دارن شهید میشن چون که در مورد عیسی مسیح و حتی آمدن مسیح دارن صحبت میکنن پس این هرج و مرج بوده هست و همیشه بیشتر شده و اگه زنده باشی میبینیم که متاسفانه بیشتر هم خواهد شد بریم آیه 14 و این بشارت پادشاهی در سر تا سر جهان اعلام خواهد شد تا شهادتی برای همه قوم ها باشد آنگاه پایان فرا خواهد رسید کلمه اوکیمنی استفاده شده وقتی میگه سراسر سر جهان اوکیمنه منظورش جهان نیست کلمه جهانی که همه جا در کلمه استفاده میشه کاسموس هست که به یونانی کاسموس ولی اوکیمنی یعنی جاهای متمدن جایی که مردم زندگی میکنن و جایی که هستند، اهالی شهر اونجا یه جایی هست که مردم هستند. تمام جهان نیست و پولس رسول کلام خدا رو به تمامی جاهای متمدن رسوند پس شاید این که میگی کلام به همه جا میرسه همه جا پخش میشه همه میشنون شاید واقعا در اون زمان صحبت میکنه که پولس رسول خودش ادعا میکنه که من رفتم همه جا و رسوندم تمام شد رفت چون که اون کلام است متاسفانه هم به فارسی هم به انگلیسی من وقتی نگاه کردم دیدم که این کلمه اشتباه ترجمه شده و میگن سراسر جهان و اونهایی که ترجمه رو کردن لاغن اون ترجمه هایی که اشتباه هست اون مترجمین اونهایی بودن که صد درصد باور داشتن که این در مورد آخر زمان داره صحبت میکنه برای همین اینو نوشتن من میبینم که الان به خاطر ستلایت که خیلی از عزیزان دارن الان از طریق ستلایت نگاه میکنن این برنامه رو به خاطر ستلایت که اومده کلام خدا همه جا رفته به ایران هم رفته به روستاهای ایران هم رفته که هیچ وقت نرفته بود خیلی جا رفته همه تقریبا شنیدن پس شاید عیسی مسیح در مورد این صحبت میکرد در مورد ما صحبت میکرد <applause> که الان داریم میرسونیم این خبر رو خیلی جاها از طریق ساتلایت و رادیو اینترنت و خیلی چیزا شاید هم در مورد اون زمان صحبت میکرد و مخصوصا کلمه‌ای که استفاده کرده پولوس این رو به همه جا رسوند باز نمیدونم ولی میدونم که کلمه کاسموس استفاده نشده کلمه اوکیمنه استفاده شده از که وقت کمه دیگه ادامه نمیدیم ولی همین بحث ادامه پیدا میکنه تا آخر باب 24 که خیلی جالبتر و عجیبتر حتی میشه خدا شما رو برکت بده شاید این در مورد اون زمان بود و اومدن یا غضب خداوند بود که سال 70 هست تمام شده شاید برای الان هست به هر حال فرقی نمیکنه ما همیشه باید آماده باشیم چون که عیسی مسیح میاد حالا چه این نشانه ها برای اومدن چه نشانه برای اون یکی است ولی میدونیم که عیسی مسیح برمیگرده و اون چیزی که خداوند گفته اینه که شما آماده باشید همیشه من برات عزیزه وجودت از عشق من لب ریزه همین که صدام کردی فرسندم بیشتر از این چی میخوام ای خدا همینکه همین که منو گنجت میخونی وجودم گرام با میدونی دونی همین هیچ وقت نکردی ردا بیشتر از این چی میخوام ای خدا چون میبینم با منی هر نفس هر